خبرها از افغانستان و جهان. آغاز کار شورای عالی صلح، چشم های مردم به نتیجه کار این شورا دوخته شده است. تلاش ها برای بازسازی و بهبود امنیت شهر غزنی. مقام های محلی غزنی، شهر غزنی را شهر گفتگوهای صلح بسازید. قدرتگیری تروریست ها در منطقه. کاخ سفید، پاکستان در مبارزه با تروریسم همکاری نمی کند. گروه بین المللی پناهندگان نگران آوارگان هایتی. بیش از 1 میلیون پناهنده ساکن اردوگاه ها امنیت جانی ندارند. و هشدار صندوق بین المللی پول درباره جنگ جهانی ارزی. بهبود رشد اقتصادی جهان آری یا نه؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بینندگان عزیز سلام، با مجموعه خبری ساعت شش نگاه خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 میزان سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 اکتبر سال 2010 میلادی. در نیم ساعت برنامه خبری من زینب سایی به اتفاق همکارانم همت الله میساق و مصطفی مهرزاد میزبانتان خواهیم بود. در آغاز چند خبر از داخل کشور. نخستین جلسه شورای عالی صلح امروز از سوی رئیس جمهور افتتاح شد. آقای کرزی میگوید انتظار می رود تلاش های اعضای شورای عالی صلح در آوردن امنیت در افغانستان کمک کند. رئیس جمهور کرزی در آغاز کار شورای عالی صلح از مخالفان مسلح دولت که افغانند خواست تا با تلاش های این شورا لبیک گویند و در آبادی و آرامی وطن سهم گیرند. حمید فهیم با جزئیات بیشتر در این مورد. شورای عالی صلح پس از ماه‌ها انتظار امروز در کابل به کار خود آغاز کرد. رئیس جمهور کرزی نخستین جلسه شورای عالی صلح را که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد به نام مجلس امیدها و آرزوها افتتاح کرد. آقای کرزی در سخنرانی مختصر خود گفت شورای عالی صلح یک مرجع بزرگ امیدواری مردم افغانستان است و انتظار می رود که تلاش ها و کوشش های اعضای این شورا در کشور درد دیده و رنج کشیده ما صلح بیاورد. در افغانستان خلق به هر ولایت، هر ولسوالی او هر کلی که در وطن، در خاوری در سولی، در عالی شورا، در کوششونو او زیار به انتظار دیم او هیله مندی چه ساسو ده زیار و کوشش ده خوابه ده تر دی دلی او زوری دلی خاورتا امن رازی. جامعه جهانی به تمام مانا پشتیبانی حرکت ماست و مردم افغانستان آرزومند کامیابی ای حرکت ماست. رئیس جمهور کرزی همچنان مثل هر بار دیگر از مخالفان مسلح دولت که افغانان خواست تا به تلاش های شورای عالی صلح لبیک گویند و در آبادی و آرامی وطن سهم گیرند. دیگه وطن هر سری، هر زبان، دیگه خاور ده بندی، او دننه خپل وطن ته ده خدمت آرزو لری، ده سول آرزو لری، بیا هم رخ پر کوش دیگه موقعیس خی استفاده وکی، او دیگه هلزدلو لبای کوایی، او راسی، دیگه خاور ته هم سول راولی، اهم ده خدمت باعثی. شورای عالی صلح در حال حاضر 68 عضو دارد که 8 زن نیز شامل آن است. قرار است 2 تن از جمله 1 زن نیز از سوی رئیس جمهور کرزی در تشکیل این شورا معرفی شود. آقای کرزی میگوید تشکیل شورای عالی صلح در نتیجه فیصله مردم در جرگه مشورتی صلح مشروعیت دارد و اعضای آن با دقت و مشوره های زیاد تعیین شدند. تقریبا تمامی چهره‌های سرشناس جهادی و رهبران قومی در این شورا جمع شدند تا راه برای صلح پیدا کنند. شورای عالی صلح یک شورای مستقل است و خود مختار است در کوشش های خود، در فیصل های خود. قرار است به زودی رئیس شورای عالی صلح از بین اعضای شورا تعیین شود.
تا روزهای آینده مشخص خواهد شد که شورای عالی صلح با چه کسانی زیر نام مخالفان مصالحه دولت و با چه مکانیزم مذاکرات صلح را آغاز خواهد کرد. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های اخیر حکومت افغانستان در رابطه با صلح و آشتی با طالبان پشتیبانی میکند، اما از طالبان میخواهد که از خشونت دست بکشند و روابطشان را با القاعده قطع کنند. رابرت گیب سخنگوی قصر سفید همچنان گفت آمریکا در گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شامل نیست و این موضوع را افغانان خود باید به پیش ببرند. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه خبر داد که حکومت افغانستان با رهبری شورای طالبان در کویته تماس گرفته و اما این تماس‌ها و ارتباطات در مراحل ابتدایی آن قرار دارد. گفته می شود که حکومت افغانستان با رهبری شورای طالبان در کویته تماس گرفته است. گرچند تماس‌ها در حد ابتدایی خوانده شده است، اما دولت افغانستان هر گونه مذاکره محرمانه با طالبان را رد کرده است. روزنامه واشنگتن پست برای نخستین بار موضوع مذاکره سری نماینده های حکومت افغانستان با طالبان مسلح را افشا کرد. همچنان به استناد از برخی منابع خبر داد که ملا محمد عمر رهبر طالبان به آنانی که در گفتگوهای صلح در کابل از طالبان نمایندگی میکنند صلاحیت کامل داده است. از سوی دیگر رهبر طالبان که به گمان اغلب در خاک پاکستان به سر میبرد همیشه با مذاکرات و گفتگوها مخالفت کرده است. او همیشه گزارش های قبلا نشر شده در مورد گفتگوها و تماسها را رد کرده بود. کاخ سفید نیز بار بار به طور ضمنی از مذاکره افغانستان با طالبان مسلح حمایت کرده است. اما سخنگوی قصر سفید میگوید حکومت باراک اوباما در هر مذاکره و گفتگوی مستقیم با طالبان دخیل نمی باشد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید اضافه کرد گفتگو با طالبان مسلح کار حکومت افغانستان است که باید خود آن را انجام دهد. ما و مقامات افغان به این توافق کرده ایم که طالبان باید از القاعده دوری کنند، از خشونت دست بردارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. به نوشته واشنگتن پست در گفتگوهای کابل، شبکه جلال الدین حقانی که آمریکایی ها آن را دشمن خود می دانند و می گویند که با القاعده ارتباط مستقیم دارد شامل نیست. برای برنده شدن ضرورت به بازنگری در استراتژی آمریکا است. کارشناسان مدعی‌اند اگر رئیس جمهور اوباما در استراتژی جنگ در افغانستان بازنگری نکند نمیتواند پیروز باشد. باراک اوباما گفته بود که برای حفظ منافع اتباع خود ضرورت به تغییر در استراتژی نبوده و عمدترین تغییر در آن تبدیل فرمانده قوای نظامی است. اما حکومت افغانستان میگوید جنگ در قریه ها و شهرهای افغانستان بجز کشتار غیر نظامیان دستاوردی نداشته است. استراتژی جنگ اوباما نیاز به تغییر دارد یا خیر؟ سوالی است که ذهن بیشتر کارشناسان سیاسی و نظامی را به خود مشغول کرده است. برخی معتقدند که استراتژی جنگ اوباما کارساز نیست و باید تغییر یابد. برخی معتقدند که استراتژی نیاز به بازنگری دارد. پیشتر زمزمه‌هایی وجود داشت که اوباما تصمیم به تغییر استراتژی خود دارد. اما رئیس جمهور آمریکا با تمام نظریات کارشناسان نقطه پایان گذاشت و آن این که بازنگری و تغییری در استراتژی جنگش ایجاد نخواهد شد. او تأکید کرده که برای حفظ منافع ملت آمریکا تغییر در استراتژی ضرورت نیست و اعزام 30,000 نیروی تازه نفس گواه این مدعا است. اما حکومت افغانستان و آگاهان امور معتقدند که آمریکا برای رسیدن به اهداف صلح به بازنگری در استراتژی جنگ ضرورت دارد. و موقف حکومت افغانستان ای است که راهبرد جنگ در افغانستان باید تغییر کنه، به این معنا که جنگ در افغانستان و در قریه های افغانستان که باعث کشته شدن افغان های بیگناه میشه نتیجه مثبت را در قبال نداره. حکومت افغانستان معتقد است جنگ در قریه ها و شهرهای افغانستان به نفع روند صلح نیست. به باور آنان این جنگ به جز کشتار غیر نظامیان سود دیگری ندارد. به این خاطر است که حکومت افغانستان سر از این مسئله تاکید کرده که رابرد جنگ در افغانستان باید تغییر کنه، به عوض این که ما خود مصروف جنگ در داخل قریه های افغانستان بسازیم، باید بریم مراکز اصلیه توریستاره که برای ما واضح روشن هم هست و میدانیم هم پیدا کنیم، مورد هدف قرار بدیم تا از این معضل هم ما هم جامعه جهانی به زودی خلاص شویم.
کارشناسان نیز میگویند با اینکه اولویت‌های این استراتژی مشخص نیست و عملکردهای نیروهای ناتو و آمریکا درجه بندی نشده، پس نمیتواند مؤثر واقع شود. عامل عمده جنگ چی است اینجا؟ کمک کننده عمده جنگ در از خارج کی است؟ این دو موضوع باید اول و دوم باشد. استراتژیک نیست. امی رقم روشنی و وضاحت نداره و در تطبیقش هم باید در دست اول امی دو موضوع قرار بگیره نسبت به مسائل جنگی و مسائل نظامی. آگاهان سیاسی میگویند ورود غرب در صحنه مبارزه با تروریسم در افغانستان از استراتژی واحد برخوردار نبوده است. آنان مدعی‌اند که نبود یک استراتژی میان تمامی همپیمانان ناتو باعث شده که هیچ یک از گروه‌های نظامی وابسته به یک کشور با همدیگر تفاهم نداشته باشند. حتی امروز شما می‌بینید که بین امو کسایی که در نیروی نظامی آمریکا به اصطلاح در رده‌های بالا قرار دارند، اونا هم صحبت‌های می‌کنند که زد و نقیض واقع میشه. علتش هم این است که از اول اشتباهاتی شده. امروز در بین مذاکره و جنگ